برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مانند سال‌های گذشته، امسال نیز سلسله جلسات علمی مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. به همین مناسبت دفتر معظم الله با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این سلسله جلسات علمی مرجع عالی‌قدر در شب‌های ماه مبارک رمضان با حضور علمای اعلام، مدرسین و طلاب حوزه‌های علمیه از روز سه‌شنبه 22 اسفند 1402 شمسی در بیت معظم الله در شهر مقدس قم هر شب ساعت 22:30 آغاز می‌شود. لازم به ذکر است حضور عموم مؤمنان در این جلسات علمی آزاد است و مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام نیز این جلسات را به صورت زنده پوشش می‌دهد. مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی شیخ بشیر نجفی در آستانه ماه مبارک رمضان توصیه‌های خطاب به مبلغین ایراد فرمودند. در بخشی از این توصیه‌ها آمده: ای برادران بزرگوار، واجبات زیادی در ماه مبارک رمضان بر عهده ماست، از جمله اهمیت دادن به مجالس حسینی علیه السلام و دعوت عموم مردم به بهره بردن از این مجالس. ایشان افزودند از دیگر واجبات پایبندی به رفت و آمدهای اجتماعی مانند صله ارحام است. رسیدگی بیشتر به وضعیت عمومی مردم نیز دیگر واجبی است که بر عهده همه ماست. اهمیت دادن به موضوع توجه به جوانان را هم در این میان نباید فراموش کرد. آیت الله العظمی نجفی همچنین افزودند: توجه به جایگاه تبلیغی بانوان هم نباید فراموش شود، زیرا تأثیر بسزایی در تبلیغ دارد. سرزدن به خانواده شهدا و حمایت مادی و معنوی از آنان هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایشان در پایان توصیه‌های خود کمی درباره جایگاه والای ماه مبارک رمضان مطالبی را بیان فرمودند. گروهک سنی تندروی القاعده یمن یک شنبه شب طی بیانیه‌ای از کشته شدن سرکرده خود و تعیین جانشین برای آن خبر داد. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های یمن به نقل از این گروهک گزارش دادند که خالد بن عمر باطرفی، سرکرده القاعده یمن که از سال 2020 ریاست این گروه تروریستی را بر عهده داشت، کشته شده و به جای او سعد بن عاطف الاولقی تعیین شده است. گروهک مذکور به علت هلاکت سرکرده خود اشاره‌ای نکرده. با این حال ناظران علت مرگ او را بیماری می‌دانند. اما برخی منابع شبه رسمی نزدیک به دولت مستعفی یمن مدعیند خالد در حملات نیروهای این دولت کشته شده است. باطرفی از سرکرده‌های مهم القاعده بود که در سال 2010 به این گروهک در یمن ملحق شد و فرماندهی عناصر القاعده برای سیطره بر استان عبین یمن را بر عهده داشت. مقام های اندونزی اعلام کردند که در پی سرازیر شدن سیلاب ناشی از بارش باران شدید و رانش زمین در این کشور، دست کم 19 تن جان باخته و 7 تن دیگر ناپدید شدند. بر بنیاد گزارش رویترز، در پی این رویدادهای طبیعی بیش از 70 هزار تن در جزیره سوماترا مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. در اثر جاری شدن سیلاب و رانش زمین، تنها در استان پادانگ اندونزی تا کنون 700 خانه و صدها هکتار زمین زراعتی تخریب شدند. بر اساس گزارش‌های نشر شده، تلاش‌های امدادرسان‌ها برای بیرون آوردن قربانیان و افراد ناپدید شده به دلیل قطعی برق، بسته شدن جاده‌ها و گلولای زیاد با مشکل روبرو شده است. یکی از وزیران کابینه ترکیه روز یکشنبه گفت که پلیس این کشور 33 عضو مظنون گروه سنی‌های تندروی داعش را طی عملیاتی در استان ساکاریا در شمال غربی این کشور به اتهام تدارک برای انجام حملات تروریستی پیش از انتخابات محلی این کشور که در اواخر ماه جاری میلادی برگزار می‌شود بازداشت کرد. علی یریکلیا وزیر کشور ترکیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مظنونان داعش در حال آماده سازی و جستجو برای اقدام‌های تروریستی قبل از انتخابات محلی آتی بودند.
وی در ادامه مدعی شد مظنونان ظاهرا جنگجویانی را در مناطقی که درگیری‌ها در آنها در جریان است جذب می‌کردند و ضمن کمک مالی به داعش مساجد و مدارس غیر قانونی را اداره می‌کردند. وزیر کشور ترکیه افزود تیم‌های پلیس در عملیات‌های ضربتی خود اسلحه، پول نقد و اسناد سازمانی را از افراد مظنون کشف و ضبط کردند. برای فراهم کردن فرصت بهترین تصمیم گیری برای ساکنان و تصمیم گیرندگان جهت محافظت از خود در برابر سیل در منطقه، محققان به شهرداری جمر باگت کمک کردند تا یک ابزار هشدار اولیه ایجاد کند. این ابزار می تواند 48 ساعت زودتر اخطار سیل محلی در امتداد رودخانه ها، نهرها و مناطق ساحلی را ارائه دهد. این اولین مورد از نوع خود برای ارائه هشدارهای محلی سیل مبتنی بر هوش مصنوعی است که توسط محققان ایجاد شده است.